در شهر مغازه کلون بزرگ باز کردند و در رکلمه نوشتند که در این مغازه برای زنهای تنها شوهر می فروشند. یعنی هر یک زن می تواند شوهر دلخواهش را از این مغازه پیدا نماید. گروه از زنهای تنها از این اقدام خرسند شده جانب مغازه دویدند. در آشیانه یکون نوشته جاته بود: مردهایی که در این آشیانه فروخته می شوند خاکسار هستند و کارگر. زنها این را خواندند و گفتند: ای بد نبود است، لیکن در آشیانه دویوم باز خوبترش بودگیست. آنها به آشیانه دویوم برآمدند. در پیش تخته باز نوشته جاته بود: در این آشیانه شوهرهایی که ما می فروشیم خاکسار، کارگر، مهربان و پولیابند. زنها خوشحال شدند، ولی کنجکاویشان آرام نگذاشته با امیدی باز هم پیدا کردن شوهر خوبتر به آشیانه سیوم رفتند. در آشیانه سیوم نوشته بودند: شوهرهایی که ما می فروشیم هم خاکسار و کارگرند، هم مهربان و پولیاب و هم زیبا و هم صاحب منصب. زنها از خرسندی بال و پر برآوردند. بین خود گفتند: ای بهترین شوهرها اینجا فروخته می شوند، شاید در آشیانه های بالا از این خوبتر و زیباترش باشد. بیایید رفتیم. به همین خاطر رفتند به آشیانه چهارم. در آنجا چنین نوشته جات بود: ما مردهایی که می فروشیم خاکسار و کارگر و مهربانند، پولیاب و زیبا و صاحب منصبند، فرزند دوستدار و با ایمان و با تقوایند و تا آخری عمر وفادار شما میمانند. شما را هیچگاه آزار نمیدهند. زنها دیگر از خوشحالی چیکار کردنشون را نمیدانستند، ولی به فکر آن که بهترین شوهرها در آشیانه پنجم هستند، گپ یک دیگر را دیگر گوش نکرده هم دیگر را تله داده پس و پیش دویده به آشیانه پنجم رفتند. در آشیانه پنجم نوشته جاتی را دیدم که چنین بود: زنهای محترم، اصلا ما شوهر نمی فروشیم. این همه برای شما یک سنجش بود و ما به خلاصه آمدیم که هیچ یک مرد با تمام خوبی هایش نمی تواند شما را قناعتمند سازد. نه خوب هم خیلی باشیم. شاید یکان کس باشد. این هم خیلی قصه است. ثبت شد؟